با سلام خدمت بینندگان عزیز برنامه مشاور شما از شبکه تلویزیونی AMG، من مهرام ارجنگی هستم، مشاور املاک از تورنتو کانادا، با برنامه دیگر از سری برنامه‌های مربوط به خرید و فروش ریال استیت در اونتاریو کانادا در خدمتون هستم. برنامه امروز ما در مورد فروش خونه هستش، یعنی کسانی که میخوان خونهشون رو بفروشن چه کارهایی باید انجام بدن، چه برنامه ریزی هایی رو باید بکنن که آخر کار به مشکل بر نخورن و بتونن فروش خونهشون رو به صورت خیلی آسون و بدون دردسر، با کمترین دردسر انجام بدن. بحثی که امروز در موردش من میخوام صحبت کنم در مورد انتخاب مشاور املاک نیستش. من فرضم بر اینه که شما مشاور املاکتون انتخاب کردین، یا هر کسی که میتونه مشاور املاکتون باشه، یا میتونین خودتون خونه خودتون رو بفروشین، بحثی تو اون ندارم. بحث امروز من بیشتر در مورد اینه که چه مراحلی رو باید انجام بدین، حواستون به چه چیزهایی باید باشه که با خیال راحت و به صورت خیلی بی درد سر و کم درد سر خونتون رو بفروشین. مورد اولی که میخواستم خدمتتون بگم، وقتی خونتون رو میخواین بفروشین، اول از همه باید مطمئن شین که شما مالک خونتون هستین. حالا احتمالاً خیلی الان تعجب میکنن، یعنی چی من خب مالک خونه خودم هستم دیگه؟ نه، احتمال داره که روزی که شما خونه رو خریدین اسم شما به صورت تایپینگش اشتباه باشه توی سیستم لند رجیستر، یعنی وکیلی که شما کار خرید خونتون انجام داده و اون شاید 5 سال پیش خونه رو خریدین، اون موقع اسم شما رو اشتباه تایپ کرده باشه توی سیستم لند رجیستری و به صورت به نام یک شخص دیگه باشه خونتون، یعنی اسپلینگش اشتباه باشه. بس مطمئن شین که مدارک رجیستریشن خونتون رو پیدا کنین که از وکیل قبلیتون، و اون رو یه بار ریویو کنین، مطمئن باشین که مشکلی از اون نظر ندارین. میتونین با وکیلتون تماس بگیرین، ببینین که وکیلی که اون دیل قبلی رو براتون کلوز کرده، ازش بپرسین که همه چی اوکی روی خونتون، مشکلی نیست، شما برنامه‌ریزی دارین میکنین خونتون رو بفروشین، هزینه‌اش چقدره، و این اطلاعات رو وکیلتون میتونه بهتون بده، توی سیستم لنجستری میتونه چک کنه ببینه اسمتون اسپلینگش درست هست و مشکلی روی سند خونه یا تایتل خونه نیست. یکی از مشکلاتی که احتمال داره پیش بیاد اینه که شما فرض کنین 5 سال پیش خونه رو خریدین، این وسطا چند تا کانترکتور اومدن توی خونتون کار کردن، با یکیشون اختلاف داشتین و یه مقدار از پولشو ندادین، گفتین کارتو خوب انجام ندادی، مثلا 5000 دلار 10000 دلار از پول کانترکتور رو بهش ندادین، باهاش هنوز در دعوا و کشمکش هستین و خبر ندارین که اون کانترکتور رفته روی خونتون لین گذاشته. در نتیجه اینها رو وکیل میتونه چک کنه ببینه که آیا روی خونتون لین هست یا نیست. این خیلی مهمه که تو شما مطمئن باشین که تایتل خونتون کلین هست، وقتی میخواین خونه رو بفروشین روز کلوزینگ سورپرایزی براتون در نیاد. یکی دیگه از مواردی که باید حواستون باشه اینه که سروی خونه است. ما اکثرا توی قراردادهای خرید و فروش خونه توی اونتاریو میذاریم که سلر تا 2 روز یا 5 روز وظیفه داره که آخرین سروی موجود در مورد خونه رو تحویل بده به خریدار. سروی همون نقشه‌ای هستش که در حقیقت مرز خونه رو، مرز زمین شما رو با خونه‌های همسایه‌ها نشون میده و مرزهای استراکچر خونه رو در حقیقت نشون میده که کجا هستش، کجای زمینتون خونه ساخته شده، اگه استخر دارین استخرتون کجا هستش، و در حقیقت یه نقشه‌ای از زمینتون و خونه‌تون هست. اگر این رو ندارید، احتمالاً روزی که خریدید بهتون دادن، از شما از خریدار گرفتین، احتمال داره گم کرده باشین، یا شاید اصلا روز اولی که خونه رو خریدین خریدار بهتون نداده باشه. معمولاً خونه هایی که سالهای 70-80 به بعد ساخته شدن میتونین برین شهرداری های منطقتون و از شهرداری ها بخواین با یه هزینه کمی 15 دلار 30 دلار 35 دلار نهایتاً از شهرداری ها احتمالاً میتونین یک کپی از سروی خونتون رو بگیرین که روزی که خونتون براش قرار داده آفری اومد که کسی بخواد خونتون رو بخره، دیگه سورپرایز نشین که من سروی دارم یا ندارم. اگر خونتون مال سالهای 70 به قبل، یعنی مثلا دهه 50 یا قبلا ساخته شده، احتمال داره که شما سرویشون نداشته باشین، شهرداری ها هم نداشته باشن. در این حالت بهتره که با همسایه‌هاتون چک کنین. معمولاً همسایه‌ای که اوریجینال اونر هستن، یعنی اینکه مثلا از سال 1950 1960 اونجا دارن هنوز تو منطقه زندگی میکنن،
اونها شاید کپی سروی منطقه رو داشته باشن که نشون دهنده خونه شما هم تو اونجا باشه. میتونین از اونها بگیرین. به هر صورت سروی چیزی هستش که اگر داشته باشید بهتره، ولی لزوما دیل شما رو خراب نمیکنه اگر که سروی نداشته باشید، ولی داشتنش حداقل جلوگیری میکنه از سورپرایزی که روز کلوزینگ، روز قرارداد اگه براتون بیاد یا روز کلوزینگ اگه وکیل ازتون بخواد سرویش کجا هست، حداقل تو آپدیت باشین که این سروی رو دارین یا ندارین. مورد دیگه که هست باید حواستون باشه اینه که خیلی از خریدارها که میان خونه شما رو میخرن از شما میپرسن که آیا سقفش رو عوض کردی یا عوض نکردی، پنجره ها عوض شده یا نشده، اپلاینسز شما اگر که مثلا نو هستش، اینها دنبال گارانتیش میگردن و از شما میپرسن که آیا برگه های گارانتی رو دارین یا ندارین. فرض کنید شما بیسمنتتون آب میداده، دادین واترپروفش کردن با 10 سال گارانتی. معمولا بایرها از شما گارانتی میخوان که خب این بیسمنت رو که شما برای شما فینیش کردی و میگی که واترپروف هستش و این مشکلاتش رو حل کردی و تا 10 سال گارانتی داره، برگه های گارانتیش کو. در نتیجه شما هر هزینه‌ای که در مدت طول زمانی که ساکن بودین تو خونتون و هزینه کردین و رسیدش رو دارید، مثل رسید های اپلاینسز، رسید تعویض سقفتون، رسید واترپروف کردن بیسمنتتون، هر چیزی دیگه که گارانتی داره، رسیدهاشو بذارین کنار که اگر که بایر دنبالش بود بتونین بهش منتقل کنین. بعضی از این گارانتی ها ترانسفرابل نیستن، یعنی که شما نمیتونین منتقلش کنین به کس دیگه و تا روزی که شما صاحب اون خونه هستید این وارانتی ها در حقیقت ارزش داره، ولی وقتی که صاحب خونه عوض شد دیگه این وارانتی ها ارزش نداره. اینه که اینها رو هم مطمئن بشین با کسایی که این کار رو براتون کردن، تعمیرات رو براتون انجام دادن، بپرسین که آیا این وارانتی قابل انتقال به شخص جدید هست یا نه. مورد دیگه که باید خیلی دقت کنید اینه که شما خونه‌ای که دارین می‌فروشین اگر که کش نخریده باشین و اگر وام مسکن روش دارین، یعنی مورگیج روش دارین و دارین خونه‌تون رو می‌فروشین، مطمئن باشین که وام مسکن یه ترمی داره، معمولاً ترم 3 ساله، 5 ساله، بیشتر اوقات 5 ساله هستش. اگر که زودتر از این که ترمتون تمام بشه دارین خونه رو می‌فروشین، یک جریمه بهتون تعلق می‌گیره. با بانکتون چک کنین، زنگ بزنین از بانک بپرسین که اگر که من خونه‌مو امروز گذاشتم برای فروش و 1 ماه یا 2 ماه دیگه کلوز کنم، حدوداً جریمه‌ام چقدر میشه با نرخ امروز. معمولاً وام های مسکن 2 مدل هستن. وام های مسکنی که نرخ اینترست ریتشون فیکس هست، اونها جریمه شون بر اساس این حساب میشه که نرخ اینترست ریت امروز چقدره، چقدر چند ماه از وام مسکنتون مونده، ما با تفاوت نرخ امروز با نرخی که شما روز قبلاً گرفتید رو حساب میکنن و معمولاً عددش خیلی عدد بزرگی میشه. فرض کنیم شما وام مسکنتون رو 3 سال پیش گرفتین با نرخ 2.5% و امروز که دارین خونتون رو میفروشین نرخ وام مسکن هست 3.5% و 3 سال هم از مورگیجتون مونده، این احتمالاً خیلی جریمه بالایی خواهد داشت. معمولاً توی خونه 780,000 دلاری یه چیزی حدود 40,000-50,000 دلار شاید جریمتون بشه. اینه که خیلی باید حواستون باشه که وقتی خونه رو میفروشین، قبل از اینکه تصمیم به فروش بگیرین، خونه رو بذارین برای فروش، با بانکتون چک کنین ببینین که جریمه مورگیجتون چقدره. اگر نرخ شناور داشته باشین، مورگیجای نرخ شناور معمولا 3 ماه اینترست جریمه شه، یعنی 3 ماه پولی که شما دارین به عنوان اینترست میدین 3 ماهش رو حساب میکنن. فرض کنیم اگر پیمنت های شما 2500 دلار در ماهه و ماهی 1000 دلارش اینترست هست، حدود مثلا 3000 دلار احتمال داره جریمتون بشه، ولی این فقط برای مورگیج هایی که نرخ وریبل دارن صادقه. بعضی مورگیج ها مورگیج های پورتبل هستن، یعنی که شما میتونین اینا رو منتقل کنین از یه خونه به خونه دیگه. این رو هم بپرسید اگر قصد خرید خونه جدید رو دارین و امروز دارین خونتون رو میفروشین و قصد دارین که خونتون رو عوض کنین برین خونه جدید، شاید بتونین وام مسکنی رو که دارین امروز روی خونتون و نرخش هم نرخ خیلی خوبی هستش، یعنی بهرش فرض کنیم از بهره امروز 1% هم پایین تره، بتونین روی خونه جدیدتون منتقل کنین. در نتیجه همه این پلان ها رو با بانک حتما چک کنین و مطمئن باشین که میدونین چیکار دارین میکنین. روز کلوزینگ یه دفعه متوجه نشین که 40,000 دلار یا 50,000 دلار جریمه مورگیجتونه و الان برای خرید خونه بعدی پول کم میارین. اینه که چک کردن وضعیت مورگیجتون و دیسشارج کردن مورگیجتون با بانک خیلی مهمه.
بحث دیگه ای که هستش اینه که شما وقتی خونتون رو میفروشین احتمال داره روزی که خریدین خونه رو اینسپکت کرده باشین، یعنی اینکه بازرس ساختمان آورده باشین و یک گزارش مفصلی از وضعیت ساختمون بهتون داده باشه، اون رو هم بد نیست داشته باشید. امروز شاید شما نخواهید اینسپکت کنین خونه رو برای فروش بذارین، معمولا این کار رو نمی کنن. توی بازارهای داغ بعضی وقتا ریل استیت ها به مشتریاشون پیشنهاد میدن که خونه رو اینسپکت کنین و ریپورتش رو آماده برای خریدارها بذارین، ولی اکثرا خریدارها خودشون میان اینسپکت میکنن. اینه که ریپورت قبلی رو داشته باشین و رسیدهای تعمیراتتون رو هم داشته باشین با همدیگه نشون دهنده اینه که شما این خونه رو 5 سال پیش خریدین، این ایرادات رو اینسپکتور 5 سال پیش گرفته از خونه و در طی مدت 5 سالی که شما مالک خونه بودین این ایرادات رو فیکس کردین. در نتیجه خیلی وقتا خیلی از بایرها و خریدارهای خونه وقتی میبینن که شما این ریپورت رو در اختیارشون قرار میدین و رسیدها رو در اختیارشون قرار میدین، دیگه احتیاجی پیدا نمیکنن که برن و بازرس ساختمون بیارن و خونه شما رو دوباره بازرسی کنن. در نتیجه یکی از مراحلی که استرس به شما میده رو کم میکنه، چون معمولا کسی که خونه شو میفروشه و کسی خریداری میاد اینسپکتور میاره و خونه رو بازرسی میکنه، استرسی میگیره که خب نکنه اگه ایرادی چیزی از خونه در بیاد که الان من مجبور شم زیر قیمت چیزی که میخواستم بفروشم مجبور شم تخفیف بدم به خریدار. در نتیجه این که شما این رپورت ها رو داشته باشین با رسیدهایی که خرج کردین داشته باشین خیلی مهمه که به خریداری اعتماد به نفسی میده که این خونتون خونه سالمی هست و شما تمام ایراداتش رو برطرف کردین. مورد دیگه در مورد فروختن خونه اینه که خب الان با ریل استیتتون صحبت کردین، با وکیلتون صحبت کردین، با بانک صحبت کردین، از نظر قانونی همه چیز خونه آماده است برای فروختن. خب حالا چی کار باید بکنیم؟ اولین کاری که باید بکنین اینه که خونه یک نمای بیرونی داره و یک نمای درونی داره. معمولا خریداران خونه در عرض 30 ثانیه اول تصمیم میگیرن که این خونه مورد دلخواهشون هست یا نیست. در نتیجه اون ورود به خونه از لحظه‌ای که ماشینشون رو پارک میکنن جلوی خونه شما و شروع میکنن قدم زدن تا برسن به در خونه شما خیلی مهمه که این خونه شکل و شمایلش قشنگ باشه. اگر تو فصل تابستون و بهار هستین حتما گلکاری کنین، حتما چمناتون کوتاه باشه، تمیز باشه درایویتون یا اگر که محل ورودی خونتون. اگر زمستونه سعی کنین از برف و اینا نباشه، تمیز کرده باشین، نمک پاشیده باشین که خدایی نکرده تو اون همون 10-15 ثانیه که قدم زنان اینا میان سمت خونه شما رو یخا لیز نخورن بخورن زمین، خاطره بدی، حس بدی بهشون دست بده. اینه که خیلی مهم هستش که این مسیر پیاده شدن از ماشین تا جلوی در خونتون تر و تمیز و مرتب و به قول انگلیسی اپیلینگ باشه تا حس خوبی به خریدار بده. وقتی خریدار میاد جلوی در خونه شما وای میسته، خود شما خودتون رو به جای خریدار بذارید، یه نگاه بکنین ببینین در دستگیرش تمیزه، نوعه، لکی کثیفی چیزی روی در وجود نداره، توی اطراف در اگر گلدونی هست که خوش شده وردارین، تمیز باشه، جارو کرده باشه، شسته باشه و اون حس خوب رو به خریدار بده که وقتی وارد خونتون میشه این اکسپریانس بدی رو تجربه نکنه تو اون 10-15 ثانیه اول که میاد توی خونه. مرحله بعدی داخل خونه هستش که داخل خونه چطور باشه. اون رو یک بحثی که خیلی استیجای مختلف داره که من خدمتتون بهتون میگم، ولی قبل از اینکه داخل خونه بریم یک موردی که خاطرم رفت اینه که حیات رو هم مواظب باشید. خیلی از بایرها قبل از اینکه داخل خونه بشن اول میرن حیات رو چک میکنن، در نتیجه حیاتتون رو هم سعی کنین تمیز باشه. سقف ها رو اگر که سقفتون خرابه، شینگل هاش خرابه، عوض کنین، چون اینا از نمای بیرونی خونه هست و به نمای خیلی تاثیر داره. تون چند ثانیه اولی که مشتری خونه شما رو داره میبینه و حس بدی بهش دست بده که این سقفش خرابه. در نتیجه بیرون خونه رو خیلی بهش دقت کنین تا من مراحل داخل خونه رو هم بهتون بگم که چیکار باید بکنین که خونتون اپیلینگ باشه. یک برنامه کوتاه با هم میریم میبینیم و من برمیگردم خدمتون هستم در مورد آماده کردن داخل خونه.
قسمت اول برنامه صحبت کردیم که چه کارهایی انجام بدیم، با وکیلتون صحبت کنیم، با بانکتون چک کنیم، با مشاور املاکتون رو انتخاب کنین و تمام این مراحل از نظر قانونی انجام بدین، بیرون خونتون رو بهش برسین. توی بیرون خونه در مورد این صحبت کردیم که مسیر پیاده شدن خریدار تا جلوی خونتون تمیز باشه، مرتب باشه، فرانت یاردتون چمناش زده باشه، گلکاری شده باشه، اگر زمستون آیس نداشته باشه بکیاردتون تمیز باشه، سقفتون مشکل نداشته باشه، در ورودی خونه خوب باشه، خونتون اگه استخر داره تابستون استخرتون حتما تمیز باشه، آشغالی توش نباشه، کلن خونتون رو تر و تمیز و مرتب به خریدارا جلوه بدین. این در مورد بیرون خونه بود. ولی حالا در مورد داخل خونه میخوایم صحبت کنیم. فرض کنیم که شما امروز تصمیم گرفتین همه این کارا رو کردین و میخواین داخل خونتون رو هم آماده کنین برای فروش. اولین کاری که میکنین اینه که خونه رو دیکلاترینگ بهش میگن توی انگلیسی، یعنی خلوت کنین، هر چی وسایل اضافه دارید از خونه وردارید ببرید بیرون، بدین به دوستاتون، بذارین توی انباری، اگر بیسمنت جا دارین ببرین توی بیسمنت یه اتاقی رو بکنین انباری و وسایل اضافه رو بذارین اونجا. مثلا بعضی ها عادت دارن کانترتاپ های آشپزخونه شون پر وسایل برقیه، توستر نون، حالا توستر نونه، کتری برقیه، ساندویچ میکره، سرخکن برقیه، هزار تا وسایل برقی و میکسر و اینا روی کانترتاپشون هست که اصلا کابینت اصلا نشون نمیده، کانترتاپشون اصلا نشون نمیده که این کیچن چه فضایی داره. اینا رو جمع کنین، فقط اونایی که واجب هستش، مثلا اگر فقط حساسین که نونتون حتما باید صبح به صبح توست باشه، توستر رو بذارین بمونه یا کتری برقیتون رو بذارین بمونه. ولی چیزی که خیلی مصرف نداره، ماهی یه بار سال یه بار مصرف میشه، مثل سرخکن برقی، مثل میکسر، اینها رو حتما بردارین از جلوی چش، خلوت کنین. توی اتاقا وسایلی که خیلی اضافه هستن، باکس‌های اضافه، چیزهایی که اضافه هستن تا جایی که میتونین خلوت کنین. اتاق خوابا فقط باید تخت باشه توش، هدبوردش باید باشه دوتا، فرض کنیم اگر که ما نایت تیبل بهش میگیم تو انگلیسی، پاتختی که توی فارسی بهش میگیم، یه پاتختی باشه، میز توالت باشه، چیزهایی که استاندارد هستش رو بذارید بمونه. بقیه هر چه چیزی اضافه دارین از توی اتاق خواباتون وردارین. سالونتون رو سعی کنین خلوت کنین. مردم وقتی میان یه خونه رو بخرن نگاه میکنن به سایزش. اگر وسایل مبلمان بزرگی دارین که یوغور هست، به قول انگلیسی ها بالکی هستش و خونتون رو کوچیک نشون میده، با مشاور املاکتون صحبت کنین، یه استیجر بیارین که اینها رو عوض کنه. اما استیجینگ چی هست و استیجر کی هست، این یه بحثیه که الان خدمتون خواهم گفت. سعی کنید خونه رو خلوت کنید، مرتب کنید و اگر لازم هست استیج کنید. شاید بعضی از دوستان عزیز ندونن که استیج کردن یعنی چی و استیجر کی هست. معمولا خونه هایی رو که ما برای فروش میذاریم برای اینکه بیشتر از در نظر خریدار جلوه کنه، از اشخاصی کمک میگیریم که بهشون میگن استیجر، یعنی اینا صحنه پردازی میکنن. اینها کسایی هستن که دکوراسیون داخلی بلدن، رنگامیزی بلدن، فضای داخل خونه ها رو میشناسن و میان و به ما مشاوره میدن که خب این مبل جاش اینجا نیستش، این تلویزیون جاش اینجا نیست، این مبل برای اینجا بزرگه، وسایل شما رو عوض میکنن، فرض کنید مبل شما رو میگن ببریم بذاریم توی بیسمنت، خودشون یک مبلی رو از یه فروشگاه اجاره میکنن با یه هزینه ای، میارن میذارن و آخر سر یه صورت حسابی بهتون میدن که این هم هزینه استیجینگتون هست. معمولا خونه هایی که اگه دیده باشین توی سلز مدل بهش میگن، توی سلز آفیس هایی که پروژه هایی که دارن، فرض کنیم آپارتمان دارن میفروشن یا یه مقدار خونه میفروشن، معمولا میرین یه خونه هایی میبینین که خیلی تو شیک، مبلمان شیکی داره که به عنوان دمو بهتون نشون میدن، اونا نمونه هایی از خونه های استیج شده هست. یا بعضی وقتا اگر رفته باشین خونه های مختلف رو دیده باشین، بعضی از خونه ها خیلی قشنگ جلوه میدن، اینا خونه هایی هستن که استیج شدن، خونه هایی نیست که کسی واقعا توشون اونجوری زندگی کنه، اینها رو فقط آماده کردن برای اینکه در چشم خریدار جلوه کنه. اینه که اگر خونتون نیاز به استیجینگ داشته باشه، مشاور املاکتون با یه استیجر صحبت میکنه و یه استیجر میاره و شاید مجبور شه تمام وسایلتون رو عوض کنه، شاید به بعضی از مبلمانتون رو عوض کنه، شاید اکسسوریز بهتون اضافه کنه، یعنی چند تا تابلو اضافه کنه به خونتون، چند تا مجسمه، چند تا گلدون،
و به خونه شما یک روح و شکل و شمایل جدیدی بده که در نظر خریدار خوب بیاد. اینه که استیجینگ یکی از بحثایی هستش که توی فروش خونه خیلی مهمه و حواستون باشه که وقتی خونتون رو دارین میفروشین حتما با یه استیجر یک مشاوره بگیرین. شاید وسایلتون انقدر خوب باشه که نیازی نباشه که واقعا همه وسایلتون عوض کنین، ولی شاید با 4 تا گلدون و 4 تا تابلو جلوه خونتون عوض بشه. و اما بعد از بحث دیکلاترینگ و استیجینگ، یکی دیگه از مواردی که خیلی مهم هست اینه که مردمی که میان خونه شما رو بخرن و به عنوان خریدار پا میذارن توی خونه شما، باید حس این رو بگیرن که مالک این خونه خواهند بود یک روزی. در نتیجه هر چقدر شما وسایل شخصی که خیلی پرسونال هست، مثل عکسای شخصی، عکسای خانوادگی، اینها رو از توی خونه بردارین، چون خریدارها وقتی میان توی خونه، فرض کنیم توی خونه شما میان و خونه‌ای که پر از تابلوهای عکسای شما هست، عکسای شخصی شما هست، عکسای خانوادگیتون هست، حس میکنن که اونجا مهمونن، حس نمیکنن که این خونه‌ای میتونه باشه که توش زندگی کنن. مردم باید وقتی میان خونه شما حس کنن که این یک خونه به قول معروف نوتریال هست، یعنی خیلی شخصی نیستش و بتونن خودشون رو تصور کنن تو اون خونه که یک روزی مالک این خونه خواهند بود و مهمون دارن اونجا، تابلو خودشون داره میاد، عکس خودشون میاد. ولی وقتی شما سر تا سر خونه رو با وسایل خیلی پرسونال آیتمز مثل نقاشی های بچه‌تون، مثل عکسای فامیلیتون اینا پر کردین، این حس رو به خریدارها نمیده. یکی دیگه از مواردی که باید دقت کنین اینه که همه خریدارهایی که میان توی خونه شما معمولا نباید خیلی متوجه بشن که دین و مذهب شما چیه. ما خونمون رو داریم برای فروش میذاریم، تبلیغات مذهبی نمی کنیم. در نتیجه اگر که آیتم هایی دارین که نشون دهنده مذهب شما هستش و دین شما هستش، بهتره که اونها رو بردارین، چون شاید یه کانفلیکتی برای خریدار باشه. خیلی برای خریدار درسته که خونه مهمه، ولی بعضی خریدارهایی که خیلی مذهبی هستن و شاید با مذهب شما خیلی رابطه خوبی نداشته باشن، خونه شما رو خوششون بیاد، ولی چون شما احساس میکنن که شما متعلق به یک مذهب و دینی هستین، شاید یه خورده شل بشن توی خرید خونه. در نتیجه پروداکتی که دارین میفروشین، خونه که دارین میفروشین، از نظر شخصی و از نظر مذهبی باید تقریبا خالی شده باشه که خریدارهایی که میان راحت‌تر بتونن روش تصمیم بگیرن. یکی از بحث‌های دیگه این هستش که فرض کنیم الان شما خونه رو دیکلاتر کردین، خالی کردین، حالا قبل از اینکه خونه رو تمیز کنین و آماده فروشش بکنین، ایرادات خونه رو برطرف کنین. خودتون به عنوان یک خریدار جلوه بدین و دور تا دور خونه خودتون بچرخین، ببینین چه ایراداتی داره. اگر دری داره صدا میکنه، دری بسته نمیشه، شیر و آبی چکه میکنه، اگر که توالتی نشتی داره، حموم اگر که میبینین که مولد زده، سیاه شده گوشه هاش و اینا، سعی کنین این مشکلات رو خودتون فیکس کنین. اگر لازم هست یه هندیمن، یه کانترکتوری بیارین و این سمال تینگز رو فیکس کنین. اگر مثلا روی فلورتون دارین راه میرین یه قسمتی صدا میده، یه نفر رو بیارین که اونجا صداهاش رو بگیره. کلن تمام ایرادهایی که ماینر هستند و میشه با هزینه خیلی کم فیکسشون کرد و درستشون کرد، یه کانترکتور بگیرین که این کارها رو براتون انجام بده. مردم به عنوان خریدار دوست ندارن خونه ای برن که آبش شکم میکنه، شیر آبش شکم میکنه، کفش خراب شده و اینها همه توی ذوق خریدارا میزنه. اینه که شاید شما متوجه نشین یک شیری الان ماها شاید تو خونه شما چکه میکنه، شما دیگه متوجهش نیستی، ولی خریدارها وقتی میان تو خونه سریع متوجه میشن. یکی از چیزهای دیگه که من همیشه به فروشنده ها میگم اینه که لامپای خونتون رو اگر سوخته، اگر ضعیف هستن، عوض کنید. مردم خونه نورانی دوست دارن. خریدارها دنبال معمولاً خونه‌هایی می‌گردن که نورانی باشه و دلباز باشه. در نتیجه اگر که اتاق خوابتون لامپ 40 وات داره، لامپ 25 وات داره، لامپاشو عوض کنین، لامپای 100 وات بذارین. اگر که چراغ‌های فیکسچرای قدیمی دارین، نوراش خوب نیست، لامپاشون عوض کنین، فیکسچراشون عوض کنین،
الان دیگه لامپای LED خیلی ارزون هستن، میتونین لامپای LED بذارین، نورش رو انتخاب کنین، بدونین که با شرایط خونتون و با دکوراسیون خونتون خوب باشه. بعد از اینکه ایرادات خونه رو گرفتین و فیکسش کردین و خلوتش کردین، حالا موقع تمیز کردن خونه است. حتما یه کلینر بگیرین اگر خودتون نمیتونین انجام بدین. اگر خودتون میتونین انجام بدین، حتما یه دیپ کلینینگ خونه رو بکنین. یعنی از حمام‌ها، دیوارها، دستشویی، توالت‌ها، کف زمین، دستگیره‌ها، دیوارها، تمام اینها رو تمیز کنین. اگر ایرادی باز میبینین بعد از تمیز کردن خونه، کانترکتورتون رو بگیرین که اونو فیکس کنه. فرض کنیم لک رو دیوار میبینین، این رو تمیز میکنین، رنگ دیوار میره، سعی کنین اونجا رو رنگی که رو دیوار هست و یه مقدارش رو بگیرین تاچاپ کنین. اینا خیلی تو ذوق میزنه برای خریداری که بار اول پاشو میذاره توی خونه شما. خونه شما روزی که برای خریدار در واقع آماده فروش میشه و خریدار پاشو میذاره توش، باید تر و تمیز و مرتب و بدون ایراد باشه. بعد از اینکه خونه رو تمیز کردین، یه بار دیگه نگاه کنین اگه لازم هست که استیجر بیارین، مبلمان رو عوض کنین که صحبت کردیم، بیارین مبلمانتون رو عوض میکنین. اگر نه که با همون مبلمانی که دارین باز یه بار دیگه نگاه کنین، اگر ایرادی چیزی هست، کمی یا کسری هست، انجام بدین. در مورد نمای بیرون خونه هم صحبت کردیم. حالا دیگه خونه شما فرض میکنیم تمیز شده، دیکلاتر شده، مرتب شده، ایراداتش گرفته شده، حالا آماده عکاسی و ویرچوال تور هست. اینجا هستش که مشاور املاک شما تو این مرحله هستش که یه عکاس میفرسته و از خونه شما فیلم برداری میکنه، ویرچوال تور درست میکنه. الان ویرچوال تورهای مختلفی اومده که دیگه به صورت 3D از خونه شما فیلم برداری میکنن، یعنی حالتی که وقتی خریدار روی کامپیوتر، روی اینترنت خونه شما رو میبینه، میتونه خودش رو حس کنه که داخل خونه شما هست و توی خونه شما حرکت کنه، از این اتاق به اون اتاق بره، از پله‌ها بالا بره، از پله‌ها پایین بیاد، به صورت سه‌بعدی خودش رو احساس کنه داخل خونه شما. و اونجا هستش که اون تمیز بودن و مرتب کردن و استیجینگ خونه، تازه متوجه میشین که چقدر تاثیر داره توی دید خریداری که هنوز خونه شما رو ندیده، توی اینترنت خونه شما رو میبینه و خوشش میاد و تماس میگیره با مشاور املاکش که این خونه رو به من نشون بده، من از این خونه خوشم میاد. بعد از اینکه ویرچوال تور رو انجام دادین و اینا، شروع میشه به شوینگ. وقتی که شوینگ دارین، مردم دارن میان خونتون رو ببینن، بوک کردن خونتون رو ببینن، یه سری مسائلی رو باید رعایت کنین. اول اینکه آشپزی نکنین توی خونه. آشپزی نکنین. سه بار تکرار میکنم. بوی غذا، هر چقدر هم بوی غذای خوبی باشه، برای خریدار شما شاید خوب نباشه. یعنی شما فرض کنیم با فرهنگ ایرانی قرمه سبزی درست کردیم، بوش برای ما خیلی خوبه، ولی شاید برای خارجی خوب نباشه که داره میاد توی خونتون. شاید برای یک شخصی از یک ملیت دیگه خوب نباشه. اینه که این ریسک رو نکنین. مثل ما که میریم خونه ملیت‌های دیگه، شاید بوی غذاشون به مشام ما خوشایند نیاد، و همچنین این هم برای اونها هم صادقه که اونا وقتی میان تو خونه ما، بوی غذای ما شاید به مشام اونها خوشایند نیاد. حواستون باشه، بو خیلی تأثیر میذاره وقتی که خریدار میاد توی خونتون. آشپزی نکنید. مورد بعدی اینه که وقتی که خریدارا میان خونتون، سعی کنین که خونه نباشین، ترجیحاً بیرون باشید بهتره. حالا اگر که کاری ندارید، علاف میشید و یا کاری دارید تو خونه که بعد انجام بدید، نمیتونید خونه رو به مدت فرض کنیم یک ساعت ترک کنین، وقتی که اومدن برای دیدن خونه شما، شما بیاین بیرون، توی خونه نمونید. خریدارا اون حسی که مالک این خونه خواهند بود رو باید به خودشون بگیرن. وقتی شما به عنوان صاحب خونه توی خونه میمونید، این حس رو از اونها میگیرید که اونا حس نمیکنن که اینجا میتونن مالک باشن، برای اینکه وجود شما این رو در حقیقت تاثیر روش میذاره. بهشون بگین، به خریدارها و ایجنتشون بگین که بیرون وای میستین یا میرین توی ماشین. با خوش اخلاقی هم بگین که اونا حس نکنن که الان مزاحم زندگی شما هستن و خیلی زود باید خونه رو ترک کنن. در نتیجه بهشون بگین که شما کارتون رو دارین انجام میدین توی ماشین، یا دارین میرین بچه‌تون از یه جایی بردارین، یا یه بهانه بیارین که اون حس
تعجیل و عجله داشتن رو به اونها ندین که اونا با خیال راحت توی خونه شما بمونن، در موردش صحبت کنن و بحث و در موردش بحث کنن که این خونه رو میخوان یا نمیخوان. بعد از اینکه این کارا رو کردین، آفر خواهید گرفت روی خونتون و انشالله خونتون رو میفروشین. ولی قبل از اینکه آفرتون رو امضا کنین، یک بحث مهم دیگه هست که بهتون میگم، با بانکتون تماس بگیرین. مطمئن باشید اگر که خونه ای دارید میخرید، هنوز میتونین مورگیج بگیرید روش، هنوز وام مسکنتون ولید هست، هنوز اون نرخ بهره رو بانک بهتون میده. چون شاید از لحظه‌ای که شما خونتون رو برای فروش میذارید تا لحظه‌ای که فروش بره 3 ماه گذشته باشه و شاید قوانین مورگیج عوض شده باشه. اینه که قبل از اینکه چیزی رو امضا کنید، یک بار دیگه با مشاور وام مسکنتون یا بانکتون صحبت کنید، مطمئن بشید که مشکلی نخواهید داشت برای خرید خونه بعدی، اگر خونه دارید میخرید. اگر نه که تقریبا دیگه کارتون تموم شد و توی یکی دیگه از برنامه‌ها ما در مورد مراحل قرارداد خرید فروش و خرید و فروش خونه صحبت کردیم که دیتیل بیشتر از اینجا به بعد رو میتونید توی اون برنامه، توی لیست برنامه‌های ما تماشا کنید. امیدوارم اطلاعات امروز به دردتون خورده باشه. خیلی ممنون که با ما بودین. موفق باشید. خدا نگهدار.